من به مسلح تو فرق نگفتم. نه، مسلح. به خواب افتاده و تمام تنشون سرش
چون به بازارشون همه خاطیه اونجوری ما میخواستیم به جا برکرد من تنها کسی که میشه از برای اولی با این هم نکرد شنیدم خانم دکتر دیشب من دو صحبت شما به جا برکرد از اولی دیدم که نه اونطوری زمین ستم باشه نه اینطوری زمین ستم باشه بله من خوش بله 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 حال محور اینکه چون در جریان ثبت شما فرمودید که دلیل ضعف عمده جریان ثبت در حال حاضر نداشتن ایدئولوژیه. سوال من اینه که یک، حالا من این جنبش رو محدود نمی کنم به جنبش سبز، یعنی اگر سبز نبود جنبش نخواهد بود. من تصور میکنم جنبش ما یک جنبش اجتماعی است و میشه گفت که تزاهدش یا شکلیابیش یا تو خیابون اومدنش با مسئله رأی من کجاست آغاز شد، ولی حالا فکر میکنم مدت ها از اون مرحله گذشته. بنابراین آیا حرکت های موجود ضرورتاً باید ایدئولوژی محور باشن؟ در حالی که شکل‌گیری این جنبش به نظر من اصلا مطالبه محور بود و نه ایدئولوژی محور، و شاید ایدئولوژی محور نبودنش حسنش بوده و شکل‌گیریش در شرایط اختناق موجود که هیچ حزب و سازمانی نمیتونست شکل بگیره، مطالبه محور بودنش باعث شکل‌گیری این جنبش شد. نشون به این نشون که جوامع زنان بدون اینکه ایدئولوژی داشته باشن، بدون اینکه حزب داشته باشن، شکل گرفت و پیشروترینش هم بود. و تو این جامعه خانم دکتر تویدی بهتر میدونن که گروه های مذهبی و غیر مذهبی همه کنار هم نشستن، هنوز هم با هم، یا دانشجوها و همچنین یا کارگران و همچنین، یا معلمین و همچنین، هر کدوم از این گروه ها حتی در قالب صنفیش تونستن اومدن خواسته هاشون رو مطرح کردن، مطالباتشون رو مطرح کردن و مطالب محور بودن مبنای شد برای گرد هم آمدن، در حالی که توش ایدئولوژی هم نبود. و به نظر میرسه کم کم رسیدن بسیاری به این که ضرورت حاکمیت میتون حاکمیت وجود داشته باشه در آینده که ایدئولوژی محور نباشه. متشکرم.